سلام و خدا با سلام و درود خدمت یکایک فعالان اقتصادی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ها این روزا دارن تلاش میکنن که یه آنلاین شاپی داشته باشن و وارد فضای مجازی بشن و از این طریق به درآمدهای حالا مد نظر خودشون برسن. اغلب افرادی که من نگاه میکنم دوست دارن شبیه خیلی از بلاگرها باشن و درآمدهای زیادی به دست بیارن، اما تعداد محدوده. یعنی من یادمه یه زمانی یه دیجیکالایی بود که الانم هست و همه دوست داشتن سایت های فروشگاه اینترنتی رو اندازی کنن و شبیه این بشن، یا اسنپ به همین شکل، در فضای اینستاگرام به همین شکل، یه شخصیتی از حالا کلیپ های طنز درست میکنه، همه دارن تلاش میکنن شبیه اون بشن. تعداد محدوده، خیلی از افراد این موضوع رو درک نمیکنن و فکر میکنن اگر اونها هم پیج بزنن عین اتفاقی که برای اون فرد افتاد برای ما هم میافته، در حالی که اصلا اینطور نیست. همیشه زیر ساخت ها رو مردم نادیده میگیرن، مردم فقط چیزهایی که جلوی دوربین داره دیده میشه رو توجه میکنن، اینکه در پشت اون دوربین چی میگذره، چه اتفاقی هست، چقدر داره تمرین میکنه، تلاش میکنه، اینها متاسفانه دیده نمیشه. یه نکته اساسی میخوام بهتون یاد بدم، به جای اینکه تفکرتون فروش های بی تو سی باشه، یعنی من به مصرف کننده نهایی بفروشم، سعی کنید به کسانی که به صورت عمده از شما قرار هست بخرن بفروشید. خیلی نکته مهمیه، یعنی به جای بازار بی تو سی بیایید تو بازارهای بی تو بی، یعنی به بیزینس ها، به کسب و کارها بیایید اون خدمات و کالاهای خودتون رو عرضه کنید و بفروشید. از کجا نمیدونید، اینها همه راهکار داره. این نکته اول. اما نکته دوم، میخوام در رابطه با بازار ایران صحبت کنم. تلاش میکنید همیشه شما به ایرانی ها بفروشید، این خوبه، بذاریدش کنار. بازارهای جهانی بازارهای داغ‌تریه. به جای اینکه کالای خودتون رو بخواید به ایرانی ها بفروشید، ایرانی هایی که در گذر زمان با چالش های مالی مواجه میشن و مشکلات مالی همیشه برای اونها دردسر ساز خواهد بود، حجم خرید اونها کاهش پیدا میکنه. یعنی از این تفکر که من در بیزینس خودم فقط به ایرانی ها بفروشم، بیایید بیرون و بازارهای بزرگتری در دنیا وجود داره که میتونید کالای مد نظر خودتون رو صادر کنید. و نکته انتهایی که خیلی ها اشتباه میکنن در مذاکره و فروش، بحث رفتارهای ربات گونه است. میبینم خیلی ها میخوان وقتی یک محصولی بفروشن یک پیامی از قبل آماده کردن، همونو بر همه میفرستن و توقع دارن که مشتری ها هم بگن چشم به پیام آماده شما، ما انسانگونه رفتار میکنیم و پاسخ میدیم، در حالی که هرگز این اتفاق نمیفته و شما در هر روز دارید تعداد بسیار زیادی از مشتری های خودتون رو از دست میدید به خاطر همین تفکر غلط. باید یاد بگیرید شبیه انسان ها رفتار کنید. منظورم از انسان ها اینه که شبیه ربات نباشی، یه پیام آماده کنی برای همه بفرستی، یه منشی رباتی داشته باشی، خود واتساپت یا پیج اینستاگرامت بخواد خودش جواب بده، خودش هم پول بیاد، هرگز این اتفاق نمیفته. اگر میبینید برندهای بزرگ مثل دیجیکالا و امثال اینها به صورت ربات گونه میفروشن، خب بدونید دارن میلیاردی هم در ماه خرج میکنن. شما میخوای خرج زیاد نداشته باشی و ربات ها برات بفروشن، خیر، اگر قرار باشه ربات بفروشن، مردم به رباتی اعتماد میکنن که این ربات برند شده باشه، قابل اعتماد باشه. برای برند بودن هم خب خیلی باید هزینه کنی. پس اگر میخوای این اتفاق نیفته و درآمد خوبی داشته باشی، بیا در دل مذاکره، بیا یاد بگیر که با مشتری ها مذاکره کنی تا بتونی اونها رو متقاعد کنی تا کالای مد نظر خودت رو بفروشی. لطفاً نکاتی که گفته میشه رو با دقت رعایت کنید. پس یه موضوع بحث تبدیل بی تو سی به بی تو بی بود. یاد بگیرید که به یک بیزینس بفروشید، به یک کسب و کاری بفروشید، به صاحبان مشاغل بفروشید که عمده دارن خرید و فروش میکنن. و نکته مهمتر، از بازارهای ایران فاصله بگیرید، دیگه بازارهاش تموم شده، دیگه تهمونده هاشه، بیاید تو بازارهای جهانی. دوستتون دارم، تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علی روز بر شما خوش.